سلام امیدوارم حال دلتون عالی لبتون خندون باشه من علی رزا هستم تو این ویدیو قراره در رابطه با قهوه فواید قهوه رو بهت بگم و مزراتی که میتونه داشته باشه اگر دوست داری اونا رو بدونی در ادامه با من همراه باش تحقیقات و مقالات زیادی که انجام شده نشون میده که قهوه روی بعضی از بیماری ها میتونه مفید باشه کسایی که اختلالات کبدی دارن، کسایی که مشکلات کلیوی دارن، میتون از قهوه استفاده بکنن. قهوه ریسک ابتلا به سرطان رو کاهش میده. واسه تقویت مغزت میتونی از قهوه استفاده بکنی. قهوه مناسبات مغزی رو افزایش میده. کسایی که گرگرفتگی تختان دارن داخل سیکل ماهیانه میتون از قهوه استفاده بکنن. اما واقعیت اینه، دوز مصرف قهوه چقدره؟ تا چقدر از قهوه میتونم استفاده بکنم؟ این خیلی مهمه. واقعیت اینه که مصرف زیاد قهوه واسه ایجاد مشکلاتی واسه بدن ما میشه. اگر میخوای از فواید قهوه استفاده بکنیم به میزان 200 الی 250 سی سی در روز کفایت میکنه یکی از مشکلاتی که قهوه ایجاد میکنه سطح پتاسیم خون شما رو کاهش میده وقتی سطح پتاسیم در خون شما کاهش پیدا بکنه همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی واسه میشه بعدا واسه اینکه اون رو جبران بکنه فشار خون افزایش میده خب ضربان قلب شما افزایش پیدا میکنه و هورمون کورتیزول تو بدن شما بیشتر ترشح میشه پس سیستم ایمنی شما تضعیف میشه یکی دیگه از مشکلاتی که مصرف زیاد قهوه ایجاد میکنه اختلال تو خوابه. اگر شما خواب راحتی نداشته باشی، اگر به خوبی نخوابی، آنزیما و پروتئین‌های بدنت به خوبی کار نمیکنن و همین موضوع واسه ایجاد مشکلاتی واسه بدن شما میشه. که وقتی به هر دکتری مراجعه میکنی اصلا دلیلش رو نمیدونه. یعنی ایجاد مشکلاتی واسه شما میکنه که علتش واقعا مشخص نیست. مورد بعدی مقاومت به انسولین. اگر سلولای شما نسبت به انسولین مقاومت نشون بدن، باز میشه که شما انرژی کافی نداشته باشی و حتی ممکنه از حال بری. پس ببین هر چیزی که مفیده مقدار مصرفش هم مهمه یک لیوان از قهوه یک فنجون از اون روزانه نوش جونتون اما اگر از جمله افرادی هستی که بیشتر از دو الا سه لیوان استفاده میکنین بهتره که دوز مصرفش رو بیاریم پایینتر تا دچار مشکلات اون نشید ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی اگر این ویدیو واسط مفید بود اونو حتما واسه دوستات به خصوص کسایی که قهوه زیاد استفاده میکنن بفرست دو تا ویدیو رو میان یعنی پیشنهاد میشه میتونی نارم تماشا بکنی